آقای سلامتیان، یک سال از آغاز به کار شبکه تلویزیونی رسام میگذره. شما عملکرد این شبکه را در طول یک سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، به طور کلی فعالیت رسانه‌ای در دنیای امروز دو نوعه. یکی رسانه‌ای که کار ارگان یا روابط عمومی رو میکنه، یکی رسانه‌ای که تنها به عنوان ابزار خبررسانی حرفه‌ای، شغلی، اقتصادی به کار خبررسانی میپردازه. امروز در دنیا بعضی از رسانه‌های حرفه‌ای متأسفانه کار تبلیغی و کار روابط عمومی بیان نشده و ماسکدار میکنند و اذهان عمومی رو آشفته میکنند. به نظر من شبکه رسا که از اول به هیچ وجه مخفی نکرده این رو که بیشتر در اون طبقه بندی روابط عمومی مسئولین و گردانندگان یک جنبشیست که بیان گروهی رو از اون جنبش برای ابراز میکنه، کار خبری هم میکنه که اون صداقت میخواد، بیطرفی میخواد. قطعیست که جهت کلی کار خبریش رساندن اخبار اون حرکت مورد نظر خودش به مجموعه طرفداران و هوادارانش. اما یه نکته اینجا وجود داره که وقتی این کار به نام جریان سیاسی میشه، لازمش عبارت از اینه که چون ارزیابی سیاسی میشه به این کار رسانه‌ای، فقط با معیار رسانه‌ای دیگه افراد نمیسنجنش به عنوان توانایی کاربرد روابط عمومیش بهش نگاه نمی کنند، بلکه این رو نمونه ای از سیاستش و آیندش هم در برخورد با تنوع و کثرت اخبار و جامعه می دانند، یک نوع کار سختی میشه. در عین حالی که یک ابزاری در یک فضای سانسور زده که کلیه امکانات از کلیه افکار گروه ها و جریانات سیاسی گرفته شده است، باید یک کار خبررسانی بکنه، در این حال هم در یک جامعه که کثرت بسیار زیاد نظرات مختلف را داره، جمع کردن همه اونها سخته. به نظر من کار رسا رو در یک سال گذشته بدون در نظر گرفتن این دو محوری که عرض کردم نمیشه ارزیابی کرد. اگر با در نظر گرفتن این دو محور ارزیابی بکنم و اون رم در چارچوب فضای رسانه‌ای داخل و خارج ایران قرار بدم، میگویم رسا یک رسانه مربوط به روابط عمومی بسیار موفقی بوده، چون توانسته است تا حد بسیار زیادی با سرکوبی که متوجه جنبش سبز بوده و عمده ترین بخش این سرکوب سانسور بوده مقابله بکنه از یک جهت. بنابراین کار روابط عمومی خودش رو برای گسترش دادن اخبار مربوط به این جنبش انجام داده در مقابله با سانسور، از طرف دیگه توانسته یک مقداری تنوع و کثرت جامعه رو هم بیان بکنه. اما اگر بهم اجازه بدید میگم هنوز کوشش بسیار فراوان بیشتری لازمه برای اینکه بتوانه این تنوع و کثرت رو که آینده سیاسی خود طرفداران جنبش سبز هم در گروه اونه، ماهیت جنبش سبز هم به نظر من اونه، یعنی من اگر بگویم انقلاب 1357 در ایران انقلاب وحدت کلمه بود، جنبش سبز جنبش کثرت کلمه است. چون امروز جامعه ایران دارای تکثر فراوانی در نظرات، در موضع گیری های خودش هست. در این مجموعه من فکر میکنم رسا احتیاج به کار بسیار بیشتری داره برای اینکه بتونه آینه تمام نمای باشه از ایرانی که برای آینده وعده اون رو به مردم میده.